یک دست میکروفون رو گوش هدفون، خدام توش میگه که بی تو حس کن، واسه هدایتم فرشته مهربون و فرستاد، ولی رو زمین گرفتنش گشت ارشاد. سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو همینچه کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک برنامه دیگه. همونطور که میدونید ما یک ویدیوی ساختیم به اسم فول ترین حرکات رپ فارسی، قسمت یک مختص 4 تا آرتیست بود و قرار شد که شما یه سری ها رو بگین که خیلی ها رو گفتین و به اونها هم میرسیم. تو این قسمت بیشتر میخوایم راجع به حرکات فولی که از سمت رسانه، مخاطب، ریاکشن کار و این دسته دوستان اتفاق میفته که تاثیر خیلی مهم و بسزایی در این به هر حال مارکت داره، بیشتر میخوایم به این داستان بپردازیم. تو قسمت های بعدی هم میپردازیم به بقیه آرتیست ها و صحبت میکنیم راجع به حرکات فولی که بوده. حرکت فول اولی که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یه حرکتی از سمت مخاطبا و رسانه ها هست که میگن آقا فلان آرتیست که کاری واسه ارائه نداره، کارش مثلا شخمیه، کارش اینه که قبلا دزدی کرده، فلان کارو کرده اینا، پس ما بیام اینو برای دانلود کارشو بذاریم، شما هم دانلود کنید نوش جونتون. یعنی طرف آدم درستی نیست، ما هم با یک روی کرده نادرست باهاش بخوایم مقابله کنیم، این نیست. یعنی اصلا غلطه. چرا آقا؟ طرف اگر اینجوریه دنبال نکنید. خب نه اینکه بخواید بهش ضررها اینجوری بزنید و این شما رو آدم خوبی، فرد خوبی که دنبال حقیقت و راستین و اجرای عدالت نمیکنه. و همین سیاست وقتی در شما شکل میگیره در یک آرتیست هم میتونه شکل بگیره. میاد به خودش میگه خب اینا که کار ما رو سالها سران مجانی و دانلودی گوش میدن و هیچ خیری نرسیده، پس ما هم بیایم حالا که راش وازه میشه پول درآورد، گرچه که پول از سمت مسیر دزدی و درست نیست، بیایم بکنیم. یا نه شاید هم اصلا فکرش این نباشه که آقا پول دوزیه، اینجوری باشه که اوکی اینا که به یه برشون نیست، ما هم به یه برمون نیست، بریم تحقیق کنیم ببینیم این که داریم تبلیغشو میکنیم درسته یا نه، بیایم پولمونو بگیریم تبلیغ بکنیم. مثالش مثال بتی که تو رپ فارسی اتفاق افتاد و تایم زیادی بود. مثال جدیدش که الان هست آرون گروپس، برید مستند رو راجبش ببینید، میبینید که چقدر آدمای کثیفی بودن از اجاره کردن حساب افراد زیر 18 سال و وعده های ویزا و اینها برای پولشویی تا هزار تا کار دیگه که الان خیلی از آرتیست‌ها دارن تبلیغ کنن، همین صفت توهی و و و دارن انجام میدن. خب تو این مارکتی که از هیچی سر جاش نیست اینا میان این کارو میکنن. حالا یکی هم بیاد بگه میشه هیتر، اینم یک حرکت دیگه فول توه رپ فارسی از سمت مخاطب. زمانی که میای این حرفو میزنی میشی هیتر و یه سری آدم اونجا هستن که میگن نوش جونش. دقیقاً همون فکر آرتیستی ها دارن که میگه نوش جونم، آقا من دستمزدم باید بگیرم، من کار کردم، فلان چی شده. شما برای خودت کار کردی، عشقشتی کار کردی، یه سری هم باهات حال کردن، هیچ قول و قراری هم وسط نبوده که قرار بوده یه سری ها پولدار بشن و اینها، صرفا یک رویایی بوده و این مسیر ساخته شده. از اون برم خب مخاطب تو این تاثیر داره. زمانی که آرتیست آهنگاش دانلود نمیشه و خوب داره در میاره از استریم هاش، نیازی به این نداره که پاشه بره دنبال راههای جانبی باشه واسه اینکه بخواد خرج زندگیشو بگذرونه. حالا بعضیا طمع دارن دنبال پول بیشترن. از یه سمت دیگه یه حرکتی که فول تو رپ فارسی و زیاد میبینیم، زمانی که شما میای یک آرزو خوب واسه یکی داری و یا طرف یه کار درستی انجام میده و میگی دمش گرم، اینجوری ان که آقا چرا داری خایمالی اینو میکنی، چه ربطی داره؟ مگر نباید آرتیستا تشویق بشن که کار درست انجام بدن؟ خب خیلی‌ها دارن کار غلط فول انجام میدن و خیلی هم روشون میگیرن، هیچ اتفاقی هم تش نمیفته و به اون مسیر ادامه میدن. اینکه تو بخوای بگی آقا من کارم غلط بود ببخشید، خیلی گنگ بودن میخواد، خیلی مرد بودن میخواد. ولی خب زمانی که طرف حتی اگر بیاد کار رو درست کنه که بایدم درست میکرده، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، خب اون تو خودش ممکنه بگه که چه دلیلی داره من بخوام این کارو انجام بدم، تاش که فرقی نمیکنه. بازی سریام یا میگن این همونه که اون، در حالی که جبران کرد. برای مثال آقای امین تی جی تو آلبوم جدیدش یک آهنگ داشت، اگه شما نکنم اسمش اسنیچ بود و این تو یک باری میزد که با توجه به شرایط الان رو مردم تاثیر منفی میذاشت و مردم اینجوری بودن که داری چی کار میکنی، این چیه داری میگی، و اونم این باری بود که میگفت چقرم انگار بیت رهبری هم یه همچین چیزی بود، مضمونش کلا این بود و راجب این صحبت کرد و خب فضای منفی شکل گرفت، همه اینجوری بودن که او اینم وضع شد، اینم فلانه، خون مردم و روش داره پا میذاره از این حرفا. اما آقای امین تی جی اومد بعد از این شرط، اول که اومد گفت میدونید این منظورش اون نیست، صحبت کرد بعد گفت آقا بیاین ببینید که کریر من اینه و این همه آهنگ اعتراضی داشتم راجع به این شرایط و اینا، چقدر زود یادمون میره. ولی بعدش اومد اینو پاک کرد، اتفاقی که خیلی تو رپ آمریکا هم میفته. زمانی که شما یک بار فول میزنی کار غلطیه، میان و اینو پاک میکنن و جایگزین میشه، که مثالش تو همون برنامه
قبلی گفتیم راجع به لیل وین، حالا اتفاقات دیگه هست که اگه ندیدین قسمت اول میتونید برید ببینید. اما زمانی که این کارو کرد و اون آهنگو جایگزین کرد، ورس 2 رو کامل حذف کرد، که به نظرم ورس 2 رو لازم نبود کامل حذف کنه، میتونست فقط همون بارو حذف کنه یا جاش چیز دیگه بگه دوباره ریکورد کنه، اما این تصمیم گرفت و ورس 2 رو کامل حذف کرد از روی پلتفرما. مسئله اینجاست هیچ کی نمیاد بگه دمت گرم. و بعد از اینکه این کارو کرد دوباره خیلی اینجوری بودن او از مردم ترسید، نگاه کن خایمال و فلان. آیا این موجهایی که اتفاق میفته برای این نیست که مسیر بهتری داشته باشه و هر کسی که مسئولیت اینو میپذیره که اشتباه کرده و میاد کارشو درست میکنه لایق این نیست که بگیم دمش گرم؟ خب زمانی که این اتفاق نمیفته و باز کار درست سرم انجام میده، موج منفی باز هست، چرا باید این کارو بکنه؟ چه فرقی میکنه واسه شون که داره فوششو میخوره؟ حالا کار خودشو کرده، فوششم خورده. یه ذره بعضی جا خودمونو بذاریم جای این دوستان و این کسایی که فاز منتقد و اینها دارن توی توییتر و کانال هاشون و اینا، و همش دنبال اینید که بگید کی کجا رید. چرا زمانی که یکی میرینه و بعد سیفون میکشه نمیگید شورش داشت سیفونو کشید؟ چه مثال کثافتی. ولی دم امین تیجه گرم که این کارو کرد و هر کسی که اشتباهشو میپذیره و قبول میکنه هر کار فولی کرده گرم و سعی میکنه اونو جبران کنه. حالا بعضیا یه کار عجیب غریبی میکنن، جبرانش هم نمیکنن، صرفا یه عذرخواهی میکنن. خب اونها بحثش فرق داره، اونها باید جبران کنن اونو. و این داستانی که هست. و آرتیستا زمانی که بهتون پیشنهادی میشه برای کاری، یه سرچ بکنید ببینید چه جوریه. 2 ساعت وقت بذارید، مثلا $10,000 قرار پول بگیرید، برید 2 ساعت وقت بذارید ببینید که آقا این $10,000 چه جوریه قضیهش، اون کسی که قرار این پولو بده چیه داستانش. و اینجوری نباشه که صرفا برید، برای اینکه شما زمانی که دارید تبلیغ میکنید مسئولیت میپذیرید، دارید اعتبار میدید. زمانی که شما دارید میاد میگید داداش ما فلانجا برنامه داریم بیاین، بعد اینکه پولو مخاطب واریز میکنه برنامه کنسل میشه، شما مسئولی چون به خاطر شما پول دادن، نه اینکه مثل دورچی بلند شی بگی به من چه، برنامه گذار گرفته تو جیب من پولی نرفته، اعتبار شما بوده که اونجا خرج شده، مردم رو هوا نرفتن به اون پول بدن. زمانی که امیر تتلو میاد یه دونه کوین معرفی میکنه میگه بخرید من پشتشم اینها، و بعد این اتفاق میفته که کوین دزدیه اسکمه، مسئولیتش با امیر تتلوه. وقتی یک بلاگر پا میشه میاد میگه آقا برید فلانجا کفش بخرید، کفشش خوبه ارزونه، مردم میرن و اون میپیچه میره، مسئولیتش با اونیه که تبلیغ کرده. برای همین داستانه که زمانی که شما تو یوتیوب مثلا داری فعالیت میکنی، یه قانون داره میگه زمانی که شما داری تبلیغ میکنی و پول گرفتی، باید بگی من پول گرفتم دارم تبلیغ میکنم. تو ایران اینجوری نیست، حتی اونی که داره پول میده نه بگو تو مثلا خودت هم اینجا میای تو بروکر ما داری کار میکنی، تو بت ما داری بازی میکنی، از کفشاتو از ما میخری، بیا اینجوری بگو که آدما برن اوکی دیگه این فلانیه داره کفشش از اینجا میخره، استایلش هم ببین چه باله، وضعش هم ببین مثلا بنتلی سواره، خب این بت هستی که یا تو این بروکر ترید کرده دیگه. اینجوری نیست. زمانی که مثلا رونالدو پا میشه میره تو یک تبلیغ شامپو، اون معلومه که آقا پول گرفته رفته اونجا، نیومده تو استوریش همجوری بگی داداش بیا شامپو ببین باحاله، حالا کجا بخره اینجا. حتی این مسئله هست که خیلی اینجوریان که ازم میپرسید من فلان چیزو چیکار میکنم، میرم اینجا. این نوع تبلیغ غلطه و مسئولیت تو دو برابر میکنه زمانی که داری اینجوری میگی. برای همین مثلا اگه من میام تو یوتیوب آقا با یه جنسی حال کردم، میگم حال کردم، هیچ پولی نبوده اوکیه، اما زمانی که پول گرفتم باید بگم که روی تصمیم مخاطب هم تاثیر بذاره، مخصوصا مخاطب تعصبی. موضوع بعدی کلن یادم رفت، من برنامه فل بداه هست معمولا، مخصوصا این و اتفاقاتی که هست، فقط میدونم که آقا به این و این بعد اشاره کنم که چی قراره بگم، به صورت فل بداه میاد. موضوع بعدی یادم رفت، اما نکته اصلی که این داره، این برنامه داره، اینه که مخاطب و رسانه به شدت مهمه. اینها مسیر مارکت رو مشخص میکنن. زمانی که کسی داره یه حرکت به شدت فول انجام میده، شما میگی نوش جونش، چون فن تعصبی هستی، در حالی که اتفاق برای خود نیفتاده، اگه بیفته تو خودت اولین شاکی. این باعث میشه که خب خیلی های دیگه میان میبینن، نمیگم کار اونا درسته، اما این تاثیر رو میذاره، یه جورای اثر مرکبه که میبینن اوکی خب این که این کارو کرد، این چیزام توش هست، ما هم که در نیوردیم، اینا هم که دارن از ما کارامون رو دزدی گوش میدن فلان اینا، ما هم بیایم این کارو بکنیم. این اتفاق میفته. یه مسئله دیگه که هست، این مسئله شیر کردنه که خیلی افه میکنه آقا من برای چی مثلا شیر کنم، این چرا حمایت نمیشه؟ من میبینم که خیلی از رسانه ها خیلی هم مخاطب میان میگن آقا این باحال،
حله. این چرا حمایت نمیشه؟ چرا خودت حمایت نمیکنی؟ آقای رسانه، آقای منتقد، آقای مخاطب، خیلی هم میان حرفو میذارن میگن فلانی تو رپ فقط باید پول باشه، چرا هیچکی از این آرتیست ها همه دنبال پولن؟ ببین شما زمانی که به عنوان یک شخص که حتی 10 نفر بازدید کننده داری به اشتراک میذاری، از اون 10 نفر ممکنه 3 نفر حال کنن، اونا هم به اشتراک بزنن. یه رسانه 10K 15K 20K 30K 100K مخاطب داره، یه آهنگ حال میکنه به اشتراک بذاره، خیلی مخاطبا میبینن خوششون میاد، خیلی از آرتیستا که دارن اینا رو دنبال میکنن میبینن خوششون میاد و این یک اثری رو میذاره که این بره بالا. زمانی که داریم راجع به این حرف میزنیم که چرا یکی حمایت نمیشه، اینو خودمون میتونیم انجام بدیم، یعنی خیلی کار عجیبی نیست به اشتراک گذاشتن شخصی که باهاش حال میکنیم، آرتیست یا نیست. حتی اگر 10 نفر دارن شما رو میبینن، 10 نفر بیشتر اون شخص رو میشناسن، از این 10 نفر 2 نفر به اشتراک بذارن که یکی 150 نفر داره، یکی 1000 نفر، این خودش یه اثری رو میبره جلو، دومینووار میره بالا. و اینم یکی از حرکاتیه که مهمه. یکم فاز نصیحتی گرفتیم اینجا، معمولا من فاز نصیحتی میگیرم ها، یکم نقطه ضعفم، ولی خب این اشکالات کوچیکی که هست که به نظر میاد کوچیکه، حالا من دارم اینو دانلود میکنم چه اتفاق میفته، 1000 نفر دیگه، 2000 نفر دیگه، 1,000,000 نفر دیگه دارن این حرفو میزنن و این خودش یک تخریب زیادی رو برای آرتیست داره. خودتو بذار جای آرتیست، فکر کن رفتی یک سال یه کاریو کردی، دو سال یه کاریو کردی گذشتی، بعد میری مثلا تو ملوبات میبینی که 29 میلیون پلی خورده، میای روی پلتفرم خودت میبینی سرجم 500 کی خورده و عملا اون 29 میلیون اون هیچ درآمدی واسه تو نداشته و هیچ اتفاقی نیفته، زحمات تو انگار اومدن خراب کردن. حالا اگه این تو پلتفرم خودش اتفاق میافتاد، زمانی که میخواست بره بگه داداش فلانی که تو رپ آمریکایی، تو رپ صربستانی، رپ خارج از ایرانی، من باهات حال میکنم، اینم مانتلی لیسینرامه، اینم ویو کارمه، بیا یه کار با هم ببندیم، خیلی ایزی تر میرفت جلو. یعنی حتی این داستان جهانی شدن رپ فارسی هم که حالا کاری ندارم خیلی اشکالات اینا توش داره و اینها و اینکه حالا بتونیم کارهای بین علی بیشتر داشته باشیم، باز اثر مخاطبه. یعنی تو اینستاگرام انقدر همه فعالن ولی جاهای دیگه نیستن، آرتیستا زمانی که میرن کلاب میکنن تو اینستاگرام با بقیه، اونا اینجوریان که داری فیک میزنی، چی جوریه دادش تو 1000 تا مانتلی سینر داری اومدیم یه پست با هم گذاشتیم 100,000 تا کامنت خورده، مگه میشه همچین چیزی؟ چی جوری 500,000 تا لایک پایینا چرا نیستن رو پلتفرم؟ اینکه شرایط نمیدونن و این خیلی مهمه، یعنی برای پیشرفت رپ فارسی مهمه، برای اینکه کم میکنیم این کثافت کاریا رو مهمه. یک زمانی که یک آرتیستی که واقعا داره کف خیابون پلی میشه تو ملوبات، تو این سایتای درپی، تو این رسانه‌هایی که دانلودی میذارن ویو بالاست، اینا بیاد رو پلتفرمای خودش، یه بهونه‌ای واسه این نداره که بگه داداش من پول نداشتم رفتم بد کار کردم، استودیو دولاپنا داشت حساب میکرد، پول نداشتم، پول قبض زمان نداشتم، رفتم به بهونه هم دیگه نداره. یکم فانتزی به نظر میاد، یکم شاید اینجوری که بابا چی داری پولی، ولی تاثیر میذاره، مهمه، خیلی مخاطب و رسانه تو این داستان مهمه. این از این، گفتم اینو پر کنم، یه چیزی که خیلی تو مخمه، معمولا تو لایو ها میگم ولی خب لایو ها چون طولانیه و 2 ساعت وسطش 20 دقیقه راجع به این حرف میزنیم، اونجوری که باید شاید شنیده نمیشه، گفتم بیام یه جدا درست کنم. بدونید قدرت خودتونو، خیلی قدرت دارید، یعنی مخاطب و رسانه خیلی قدرت تو این بازی داره، حتی ریاکشن، حتی اون ریاکشن کاری که خایماله، یعنی فقط داره خایمالی میکنه، که اونم حالا این مطلبیه بابا هر آهنگی رو نمیخواد بگی خوبه برای اینکه شیرت کنه دیگه، شیر اون مال قدیم بود شیر میکردن، الان شیر نمیکنن. بگو نظرت بگو، حالا که اصلا آقا به عنوان یه شخصی که اصلا نمیفهمم موسیقی، حال نکردم، به عنوان یه آدم عادی دوست نداشتم، سلیقه‌ام نبود، و اونم خودش یه سری ضررا رو داره، ولی همه اینها خیلی قدرت دارن، خیلی قدرت دارن، از کوچکترین ریاکشن و رسانه بگیر تا مخاطب معمولی و حرفه‌ای و تعصبی، خیلی رو مارکت اینا تاثیر دارن، یه جورایی میتونن مسیر این بازی رو مشخص کنن. پس اگر دنبال اینی که مسیر بهتری تو مارکت باشه، اول بعد خودمون شروع کنیم، نه اینکه همش انکرید 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 همه ریدن چیکار کردی، به یه کاری بکن، این جوریه، دست به دست هم اکیپی 5 6 نفری تو بهمون بگو، اون بهمون بگه، این راحتی، خیلی هم راحت نیست ولی راحته، خیابانی. خلاصه این از این مطلب رو مخی بود که رو مخم بود، گفتم راجبش صحبت بکنم. این از این، دمتون گرم، مثل که این ویدیو رو دیدید، دوباره حرکات فول آرتیست هایی که به ذهنتون میرسه رو بگید. تو قسمت قبلی خیلی راجبه یه 2-3 نفر بود که هممون میدونیم چقدر حرکات فول داشتن که میشه قسمت های جدایی بهشون اختصاص داد، ولی حرکات فولی رو ما معمولا اینجا بهش میپردازیم که شاید اونقدر به چشم نیومده، اونا هم لابلاش هست، اونایی که خیلی هم به چشم اومده، ولی معمولا اینجوریه. خلاصه این از این، اون آهنگایی هم که اول ویدیو به عنوان اینترو میذاریم رو برید دنبال کنید، آهنگایی که تو پلی لیست خودم هست و دوست دارم، واسه هدایتم فرشته مهربون و فرستاد، اما رو زمین گرفتنش گشته ارشاد. See you soon.